روز از نو با دشمنی آشنا، مبتلایان به کووید بیشتر و قربانیانی افزونتر. کسان دیگری هستند که باید به این ورطه خیره شوند تا چشمان ما از رویارویی با آن در امان باشد. مثل هانا، مدیر سردخانه بیمارستان رویال لندن، عضوی از یک تیم کوچک 5 نفره که مسئول رسیدگی به پیکر صدها بیماری هستند که جانشان را در این همه گیری از دست دادند. آدم چطور میتونه خودش رو آماده این بکنه که مردم همینطور بمیرن و بمیرن و باز هم بمیرن؟ هرچند این وظیفه ماست و هر روز کنار بقیه غذا میخوریم، دیگه این حجم تلفات اثرش رو روی ما گذاشته. شبیه تسمه نقاله به نظر میاد؟ آره، به نوعی بله. دوست ندارم از این زاویه بهش فکر کنم، اما بله. تقصیر کسی نیست. بله. نتیجه همه‌گیریه. خیلی باید ببخشید. میدونین من سال هاست که این کارمه. وقتی کسی بهتون میگه چه احساسی بهت دست میده، این حسیه که دارم. تراوش تلاطم درون. و ما همچنان تشنه دیدن ظاهری قوی هستیم، چهره دلیر در کسانی که از طرف ما در بیمارستان‌هایی که هر روز پرتر می‌شوند با ویروس می‌جنگند، از جمله بیمارستان رویال لندن. چند طبقه مریض کووید داریم؟ یک سری مریض طبقه سوم و چهارم داریم. این بخش که تا اون طرف ادامه داره 29 نفر بستری هست. طبقه ششم، هفتم، هشتم. یه مریض کووید 19 دیگه اینجاست. طبقه نهم. یکی دیگه اینجا. دهم، یازدهم. دوباره تا اون یکی طرف 29 نفر دیگه. دوازدهم، سیزدهم. این سومین بخش ماست با 31 مریض. و طبعا این طبقات بالا. هر چهار تای این بخش‌های چهار تخته هم مریض کووید بستریه. طبقه 14 و 15، جمعاً 12 طبقه. 12 طبقه از 15 طبقه، بیشتر از 400 بیمار و پرسنل به تعداد کافی نیست. بعض جنون‌آوری است. علی‌رغم همه داروها و تجهیزات مدرن، روش ساده‌ای مثل غلتاندن دوره‌ای بیمار مبتلا به کووید یا روی شکم خواباندن می‌تواند به ورود اکسیژن به ریه‌های زخم خورده کمک کند. به نیروی انسانی فوق‌العاده‌ای نیاز است. برگرداندن و برگرداندن و برگرداندن، هر روز پس از دیروز. و در میانه این طوفان، دکتر ماری هیلی هم مدیر است و هم دوستی برای همه. او برای کسانی که علی‌رغم تأثیری که همه‌گیری روی سیستم بهداشتی بریتانیا گذاشته، کمتر به رعایت فاصله اجتماعی و ماسک زدن اهمیت می‌دهند، فرصت تأمل ایجاد می‌کند. فکر می‌کنم عموم مردم می‌خوان کار درست انجام بدن، ولی احساس می‌کنم کاملاً سطح مشکل رو درک نکردن. فکر نمی‌کنیم براشون مهم باشه. فکر می‌کنید مردم متوجه میزان فشار نیستند؟ نه. فشاری که روی همه کسانی که کار می‌کنن تو این بیمارستان و همه جای کشور؟ مطمئنم که متوجه نیستن. به نظرم اگه می‌دونستن از رعایت توصیه‌ها دریغ نمی‌کردن. قبل از بحران کرونا، بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان رویال لندن ظرفیت پذیرش 44 بیمار را داشت. بعد از شروع همه‌گیری، این ظرفیت را تا 2 برابر بالا بردند. زمان اوج بیماری در تابستان پذیرای 88 بیمار بودند. امروز 140 بیمار اینجا بستریه، بیش از 3 برابر ظرفیت اولیه این بخش، و این تعداد هر روز بالاتر میره. فشار زیاد روی همه هست، روی تمام پزشکا، روی نرسا، مخصوصا روی نرسا، که خب ما همیشه یه مریضی که به دستگاه تنفسی وصله یه نرس باش هست، ولی الان به مرحله رسیده که یه نرس اینتنسیو که از 4 تا مریض مواظبت میکنه. و خب کسای دیگه اومدن که دارن کمک میکنن به ما، گروه های مختلف اومدن، حتی جراح ها و تمام پزشکای دیگه از
جاهای دیگه بیمارستان اومدن دارن به ما کمک میکنن، کارهای نرسا رو انجام میدن و به ما تو کارهای پزشکی هم انجام میدن. بازگشت به بخش. سطح اکسیژن یک بیمار مبتلا به کووید به شدت سقوط کرده. 25 ساله است. باید سریع روی شکم خوابانده شود. اما ممکن است مراقبت‌های تخصصی بیشتر در یک مرکز حمایت حیاتی برون پیکری برای اکسیژن کردن خونش با ریه مصنوعی لازم باشد. در حالی که کتی مکلاین پرسنل را برای زنده نگه داشتن بیمار هدایت می کند، دکتر پرجام ذوالفقاری که موج دوم کووید 19 را با وجود نظرهای مخالف پیش بینی کرده بود، با بیمارستان پپورث در کمبریج تماس می گیرد. اما خبر بدی است. فشار واقعا زیاد است و اینجا تخصص این تیم حرفه‌ای خودش را نشان می دهد. یک نفس راحت. بالاخره اکسیژن کافی به ریه های بیمار می رسد. کتی پزشک مراقبت های ویژه نیست. متخصص بیهوشی است که مثل جراحان، متخصصان اطفال و ایمونولوژیست ها در این بحران مخوف کرونا به کمک آمده. چقدر نگران بودی؟ الان حالم بهتره. همینطور عرق میریزم. دلیلش هم فقط تجهیزات حفاظت شخصی نیست. مسئله اینه که مریض جوونه، خونواده و بستگان داره، با ارزشه و ما داریم سعی میکنیم نگهش داریم و خوبش کنیم. آره خیلی ترسناکه. ترسناک. کلمه‌ای که معرف موج دوم کووید برای NHS است. دلخراش تعریفی دیگر. ماری هیلی بیمار 28 ساله‌ای را ویزیت می‌کند که هیچ بیماری زمینه‌ای ندارد، اما بیشتر از 3 هفته زیر دستگاه تنفس مصنوعی بوده. خیلی آزاردهنده است. در این مرحله آرزه خیلی شدید و جدیه. یکی از بستگانش هم در بخش مراقبت‌های ویژه است. He's also got other family members in critical care as we speak. وقت تماس با همسرش است. نه، میدونم حالش خیلی بده و ممکنه جون سالم به در نبره. خیلی متاسفم که باید اینو بگم. میدونم عزیزم، میدونم. میدونم، نگران نباش. هر کاری که از دستمون بر بیاد براش انجام میدیم. خیلی سخته، چون خیلی مشکله، چون خانواده بیچاره زیر فشار روحی زیادی رفته. خیلی هم مهربونن که این کارو سخت‌تر می‌کنه. تراوش آشفتگی درون. باران آینه اشک‌های اخیر شمیمه برای خانواده‌اش است. وقتی به تماس ماری جواب داد که همسرش برای زنده ماندن می جنگید. فتانه فرج‌اللهی، بی بی سی.